بله، شاهرخ طاهر مصعب یکی از اعضای خانواده ورزش ایران اینجا هستن، امروز در واقع به نمایندگی از خانواده ورزش همبستگی خودشون رو با یاران پناهجوی ما اعلام بکنن. شاهرخ طاهر مصعب عزیز، با درود از اینکه در برنامه ما حضور یافتید. ما شاهرخ عزیز خواب عضو دیگری از این کمیته همیاری، کسی نمیتونه باشه جز ناهید حسینی عزیز، یار و همکار فرهنگی ما، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و خود پناهجو در عراق. ناهید حسینی، با درود به شما. درود به شما آقای ملکوتی. خیلی خوشحالم که امشبم مهمان برنامه شما هستم و سلام دارم خدمت یکایک مهمونای عزیز برنامه و صحبتی دارم با داریوش عزیز قبل از اینکه هر چیزی رو هر صحبتی رو بخوام شروع بکنم. حتما. داریوش مثل یه هنرمند محبوب با این اقدام خودش و اقدامات دیگری که من در جریان گوشه‌های از این اقدامات هستم، این خط رو به هنرمندان عزیز ما میده که محبوبیت اونا میتونه در بسیاری موارد راهگشای مردم و حلال مشکلات محرومین باشه. این احساس مسئولیت قابل ستایش و با ارزش هستش. من خیلی احترام دارم برای این حس قشنگ داریوش و از همینجا خسته نباشید بهش میگم، به داریوش و شما و همه کسایی که در این را قدم برداشتید. سپاسگزار ناهید حسینی عزیز. اما ما به هر حال در یک گستره جهانی میبایست فریاد رس باشیم. ما این امکان رو داریم به هر دلیلی که حتما اون زور و جو و همچنین اون ترور باعث شد که یک مردم یک پارچه پاره پاره در این چهار گوشه جهان تقسیم بشن. اما امروز این تقسیم شدن ما میتواند به گونه امروز به سود ما نیست تموم بشه. ما در هر چهار گوشه جهان که هستیم میتوانیم فریادی باشیم، میتوانیم هزاران دست امداد را به طرف مردم در واقع پناهجوی خود بکشونیم. این فرصت را داریم. میبایستی از این پاره پاره بودن خود، از این گستردگی خود در این جهان سود ببریم، بهره ببریم. و ما دو موضوع هست که میبایست در نظر بگیریم. یکی کمک های معنوی که ما میتونیم بکنیم از منظر حقوقی گرفته تا مسائل مختلف، و یکی دیگه پاسخ به نیازهای عاجل این پناهجویان عزیز. بله، دقیقا آقای ملکوتی. این من امروز سعی کردم یه مقدار اطلاعاتی راجع به این مسئله بیشتر از اطلاعاتی که خودم داشتم جمع‌آوری بکنم. من مختصری از این اطلاعاتم به اصطلاح خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. این آوارگان اکثرا از کردهایی هستن که از مناطق سلاس، بارجان و جوانرو این منطقه ها منطقه های مرزی هستش، خیلی به نقطه صفر مرزی ایران و عراق نزدیک هستش. بعد از اینکه رژیم شاهنشاهی اصلا پاشیده میشه و رژیم جمهوری اسلامی روی کار بیاد، اینا به این سوی مرز کوچ میکنن. اینجا حکومت صدام حسین، رژیم صدام حسین، اردوگاهی رو به اینا اختصاص میده برای سکونتشون، اما فقط این اردوگاه هستش، یعنی هیچ گونه امکانات رفاهی برای اینا قائل نمیشن و اینا در شرایط بسیار بسیار سختی اونجا زندگی میکنن بدون داشتن حتی شناسنامه یا اقامتی در کشور عراق. شرایط زندگیشون بسیار سخت بوده تا سال 2003 که به کمک نیروهای ائتلاف حکومت صدام ساقط میشه و این حکومت نوپا اینجا به اصطلاح مستقر میشه.
حکومت کردستان من اینطوری که امروز یعنی میتونم بگم خیلی جدی‌تر روی این مسئله من صحبت کردم، چون من نمیتونم بگم که ما همچی زیادم ساکت بودیم به نسبت این مسئله. من شما میدونید که در زمین روزنامه نگاری هم فعالیت دارم، من خودم توی روزنامه‌ای که کار میکنم چندین مورد ما اخبار مربوط به اردوگاه آلتاش و جریان زندگی این آوارگان رو منعکس کردیم. یک موردی بود که شایعه ای بود درباره این که این آوارگان اردوگاه آلتاش معمولی هستن برای تروریست ها و تا از اونجا هستش که به صلاح کارهای تروریستی خودشون سازماندهی میکنن و این باعث شده بود که یک جور انزوایی برای اونا درست بشه که به صلاح نتونن کمک بگیرن از طریق حکومت کردستان، که این مسئله خوشبختانه الان منتفی شده، یعنی کاملا دروغ بوده. اکتشاف محل این مسئله منتفی شد و معلوم شد که نه تنها اینا معمنی برای تروریست ها نیستن، خیلی هم مورد هجوم تروریست ها برای چندین مورد بوده که اینا قربانی تروریست شدن. بله بله بله، این مسئله که خیلی باعث شد که عقب بیفته کمک های حکومت اقلیم کردستان به اینا. اما خوشبختانه الان عده زیادی از اونها، من نمیتونم بگم شرایط 100% یا حتی 80% خوبی دارن، ولی خیلی بهتر از گذشته. در نزدیکی سلیمانی حدود 25 کیلومتر از سلیمانی دور یه شهرکی هستش اسم باریچه، توی اون شهرک مستقر شدن، نیستشون هم نزدیک های شهر هولر جایگزین شدن. میشه گفت وضعیتشون تقریبا بهتره، اما نه شرایطی که ما بتونیم بگیم شرایطی که شرایط انسانی هستش برای تحصیل یا بهداشت یا نسبت به گذشته شرایط بهتری پیدا کردن. تو این ولی من فکر می‌کنم اون چیزی که محور بحث امشب شما هستش جریان 193 194 خیلی هستش که در اردوگاه الکرامه هستن. بله. به هر حال من فکر می‌کنم هر اقدامی در این زمینه اقدام مفید و موثری خواهد بود. به هر حال مطرح کردنش، به تصدیق کشیدن و مورد بحث قرار دادن اقدام بسیار مفید و موثری هستش، اما کافی نیست. من فکر میکنم که نیروهای زیادی باید دست به دست هم بدن که این به جریان بندازن، جریان این آواره ها رو، و در حال با دخالت نیروهای بین المللی، با دخالت سازمان های جهانی صلیب سرخ، سازمان های دفاع از حقوق بشر، سازمان های دفاع از حقوق زنان، کودکان، در حال این سازمان ها همه با هم باید کار بکنن که بشه یک این مورد این آواره های اردوگاه الکرامه رو از به حالت به صلاح بلکل بودن خودش به حالت بلکلی بهش بدیم، یعنی جوری بشه که عملا بتونیم کاری برای اینو انجام بدیم. دقیقا باید ما باید نجات این هموطنان رو بپردازیم، باید اینها در شرایطی